یک سال از 7 اکتبر 2023 می‌گذرد، روزی که آغاز درگیری‌های شدید در خاورمیانه به شمار می‌رود. در این مدت بیش از 41,000 نفر در غزه جان خود را از دست داده و میلیون‌ها نفر به دلیل بحران‌های انسانی و اجتماعی آواره شدند. همکارم در گزارش خود به بررسی این موضوع پرداخته که با هم می‌بینیم. 7 اکتبر 2023، آغاز درگیری‌های شدید در خاورمیانه بود که تبعات آن هنوز بر زندگی میلیون‌ها نفر سایه افکنده است. در یک سال گذشته مردم غزه و دیگر مناطق تحت تأثیر این درگیری‌ها با بحران‌های انسانی و اجتماعی متعددی روبرو شدند. طبق گزارش‌ها بیش از 41,000 نفر در درگیری‌های غزه جان خود را از دست دادند و نزدیک به 1.5 میلیون نفر آواره شدند. در لبنان نیز درگیری ها و نارامی ها باعث کشته شدن صدها نفر و آواره شدن هزاران نفر دیگر شده است. وضعیت اسفبار انسانی و تخریب زیرساخت ها در این منطقه نه تنها موجب افزایش انتقادات بین المللی به نقض حقوق بشر شده، بلکه چشم‌انداز صلح و ثبات در خاورمیانه را نیز کمرنگ کرده است. تخریب گسترده زیرساخت‌ها به ویژه اماکن مذهبی و آموزشی زخم‌های عمیقی بر هویت فرهنگی این جوامع باقی گذاشته است. در غزه بیش از 800 مسجد و ده‌ها مرکز آموزشی و بهداشتی ویران شدند. همچنین حدود 2 میلیون نفر در این منطقه به خدمات اولیه مانند آب و غذا دسترسی ندارند و شرایط زندگی برای بسیاری از خانواده ها به شدت دشوار است. این وضعیت نه تنها موجب افزایش فشارهای بین المللی و انتقادات جهانی به رفتارهای انسانی و نقض حقوق بشر شده، بلکه به فرسایش اعتماد به نهادهای سیاسی و اجتماعی در این منطقه دامن زده است. با نزدیک شدن به سالگرد این درگیری ها، امیدها برای دستیابی به صلح و ثبات در خاورمیانه کمرنگ به نظر می رسد. در این راستا نیاز به همبستگی و اقدام مشترک از سوی کشورهای اسلامی و جامعه جهانی بیش از هر زمان دیگری احساس می شود. ادامه این بحران چالش های جدیدی را برای امنیت و ثبات در منطقه ایجاد خواهد کرد و ضرورت توجه فوری به وضعیت انسانی را افزایش می دهد. این شرایط ضرورت انسجام گسترده و اقدام فوری از سوی نهادهای بین المللی و مراکز حقوق بشری را بیش از پیش نمایان می سازد. سید علی شریف نژاد، خبرنگار میدانی و مستندساز از بیروت، پیرامون این گزارش مهمان ما هستند. آقای شریف نژاد سلام. با گذشت یک سال از درگیری‌های شدید در خاورمیانه، به نظر شما مهمترین چالش‌ها و عواقب انسانی این بحران برای مردم منطقه چه بوده و تحلیل شما از وضعیت کنونی و چشم‌انداز آینده این درگیری‌ها چیست؟ بفرمایید. من صدا ندارم. جناب شریف نژاد صدای منو دریافت می‌کنید؟ بله. جناب شریف نژاد، با گذشت یک سال از درگیری‌های شدید در خاورمیانه، به نظر شما مهمترین چالش‌ها و عواقب انسانی این بحران برای مردم منطقه چه بوده و تحلیل شما از وضعیت کنونی و چشم‌انداز آینده این درگیری‌ها چیست؟ من به وقت بخیر عرض می‌کنم خدمت شما آقای حسینی و همکاران محترمتون و بینندگان عزیز. 7 اکتبر از ساعت 6 صبح 7 اکتبر سال میلادی گذشته شروع یک فصل جدیدی در بحران‌های خاورمیانه بود و این فصل جدید در بحران‌های خاورمیانه باعث گستردگی این بحران در سطح خاورمیانه شد. این گستردگی تا جایی رسیده که امروز بیش از 42,000 نفر انسان بی‌گناه کشته شدند، بیش از 3,746,000 نفر آدم در این جغرافیا آسیب دیدن و میلیون‌ها نفر آواره شدند. بحرانی که شاید شروع کنندش
تفکر بنیادگرایی بود، ولی تکمیل کننده این بحران یک تفکر رادیکال تر و خصمانه تری نسبت به مردم هست که تئوریست، یک باند تئوریست این تفکر، و باعث شده که منطقه دچار این بحران باشه. امروزی که دارم با شما صحبت میکنم، من حداقل در همین لبنانی که دارم با شما صحبت میکنم، همین امروز متاسفانه تعداد از افرادی که من خیلی بهشون علاقه من بودم و مورد احترام بنده بودن، از دست دادم و با دستای خودم اینها رو توی غرب گذاشتم. این وضعیتی است که متحمل گفتمانهایی است که قائل به عقلانیت نیستن، قائل به نظام حقوق بین الملل نیستن، قائل به گفتمانهای بشردوستانه نیستن و هیچ گونه کت خدا منشی رو قبول ندارن. نه طرف اسرائیلی، نه طرف به اصطلاح محور مقاومت هیچ گفتمان کت خدا منشی رو قبول نداره. و نهادهای بین المللی که فقط حرفن، فقط در لفافن، نه در عمل هیچ کاری رو برای مردم نکردن. و معلوم نیست که آینده این جنگ چه خواهد بود. آیا ما بازم باید بشینیم و ببینیم که نهادهای بین المللی فقط حرف میزنن، یا واقعا ما میتوانیم دوباره صلح رو در این منطقه شاهد باشیم؟ واقعا این مردم این سرزمین های که دچار بحران هستن، مردم مظلومی هستن، مردم هستن که قربانی سیاست هایی دارن میشود که اگر جلوی این سیاست ها گرفته نشود، ما آیندی تاریکتری رو در این مناطق شاهد خواهیم. بله، ممنونم. با تشکر از سید علی شریف نژاد، خبرنگار میدانی و مستندساز از بیروت، که پیرامون این گزارش دعوت ما را پذیرفتند.